برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان حسین کیست اعلام کرد با توجه به افزایش بی سابقه دمای هوا به دلیل تغییر آب و هوایی در کشمیر که در 28 سال گذشته بی سابقه بوده، این سازمان قصد دارد فعالیت های انسان دوستانه در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهد. این فعالیت انسان دوستانه سازمان حسین کیست شامل برنامه های برای آگاهی بخشی و بالا بردن سطح دانش عمومی و نیز اطلاعاتی درباره چگونگی حفاظت از محیط زیست در زمانهای افزایش دما صورت می‌گیرد. مردم مصر ولادت حضرت سید نفیسه سلام الله علیها از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام را جشن گرفتند. هزاران نفر از مریدان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام با حضور در شهر قاهره در مراسم بزرگداشت ولادت حضرت نفیسه سلام الله علیها که از سوی محبان اهل بیت علیهم السلام در مصر برگزار شد حضور یافتند. روزنامه فاینانشال تایمز با انتشار گزارشی از تلاش شرکت گوگل برای تولید ابزارهایی با هدف مبارزه با تروریسم در فضای مجازی خبر داد. گفته می شود این ابزارها یا بهتر است بگوییم نرم ابزارها به سایت ها کمک می کند تا به راحتی محتوای تروریستی را در فضای مجازی شناسایی و حذف کرده و از دسترس و دید مخاطبان خارج کنند. همایش تجلیل از خدمات علمی تبلیغی و اجتماعی مرحوم آیت الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی در شهر مقدس قم برگزار می شود. همایش گرامی داشت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی روز پنجشنبه 15 دی ماه ساعت 10 صبح در سالن همایش های مدرسه عالی دارالشفا برگزار می شود. یک نسخه کمیاب از قرآن خطی قدیمی که تلاکوب شده و به قرن 16 میلادی مربوط می شود در هند به نمایش گذاشته شد. این قرآن زیبا و نادر در 108مین کنگره علوم توسط بنیاد پژوهشی احیا که مقر آن در شهر ناگپور است به نمایش در آمده و مورد استقبال بینندگان قرار گرفته است. منابع رسانه‌ای پاکستانی اعلام کردند که نوید صادق سیال معاون سازمان اطلاعات پاکستان ISI روز گذشته سه‌شنبه ترور شد. ترور معاون سازمان اطلاعات پاکستان همراه با یک افسر ارشد اطلاعاتی دیگر این کشور در ایالت پنجاب رخ داد و هنوز عامل یا عاملان آن مشخص نشده است.